بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام های گرم و صمیمانه ما خدمت تمامی شما عزیزان، امید که حال همه شما خوب بوده باشه و صحیح و صحتمند باشه. در آستانه ماه مبارک رمضان می باشیم. ما هم در تلویزیون کاروان پیشاپیش حلول ماه پرفیض رمضان را به همه شما تبریک و تهنیت عرض کرده و ماه خوب و بابرکت را برای همه مسلمانان مخصوصا هموطنانمان آرزو داریم. برنامه‌ای را که برای امروز در نظر گرفته ایم را به خدمت شما تقدیم میکنیم. فکر این سفر اثرم بدر میشه اول سفر آخر سفر میشه یار به خبر کوچه و گذر از دلم خبر میشه استیون هر چون شیر و شکر یار هم دیگر میشه مرا باغز لحظه ها به سر و صدا گریه می شود در گلوی ما فکر این سفر اثرم بدر میشه اول سفر آخر سفر میشه یار به خبر کوچه و گذر از دلم خبر میشه هستی و نر چون شیر و شکر یار هم دیگر میشود دست آشنا بین روی ما از برای ما پل نمیشود فکر این سفر اثرم بدر میشه اول سفر آخر سفر میشه یار به خبر کوچه و گذر از دلم خبر میشه هستی و نر
تو شیر و شکر آره هم دیگر میشنه میشه میشنه میشه میشنه میشه بهترین و شیرین‌ترین لحظات زندگیتان را با کاروان استودیو به یاد ماندنی سازید. کاروان استودیو با کادر مجرب آماده فیلم برداری و عکاسی از مراسم عروسی، روز تولد و محافل با بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فیلم برداری و عکاسی همراه با شرایط مناسب و نرخ مطلوب می باشد. فیلمبرداری و عکاسی از مجالس خانم ها توسط فیلمبردار و عکاس خانم. ساخت متفاوت ترین کلیپ های استودیویی یا فضای سبز با کیفیت فول اچ دی. تهیه زیباترین آلبوم های ایتالیایی یا فوتوبوک. تهیه و ترتیب انواع اعلانات و تبلیغات تجاری. آماده سازی و تحویل ویدیوهای شما به صورت DVD یا بلوری. جهت دریافت معلومات بیشتر با حبیب حبیبزاده در کاروان استودیو به شماره تلفن 604-710-66-62 در تماس شوید. در این قسمت نوبت میرسه به یک دیگه از برنامه های ترانه های دل که توسط خانم پرستو آهنگ اجرا شده است. انشالله که بپسندید. به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، ز نام و نشان و گمان برتر است، ز نام و نشان و گمان برتر است. نگارنده برشده گوهر است، نه اندیشه یابد بدو نیز را، نه اندیشه یابد بدو نیز را، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هر چیز این گوهران بگذرد، سخن هر چیز این گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد. خرد گر سخن برگزیند همه، خرد گر سخن برگزیند همه، همان را ستاید که بیند همه. خرد گر سخن برگزیند همه، همان را ستاید که بیند همه. توانا بود هر که دانا بود، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود، ز
زدانش دل پیر برنامد. از این پرده برتر سخنگاه نیست، از این پرده برتر سخنگاه نیست، ز هستی مرندیشه را راه نیست. از این پرده برتر سخنگاه نیست، ز هستی مرندیشه را راه نیست. بر شما عزیزان و دوستداران برنامه ترانه های دل، مهربانانم، چند پیش درباره کتاب صحبت کردیم و اهمیت کتاب خواندن و این که باید در ضمن محفلی که میگیریم یکی از محفل کتاب باشد تا آگاه شویم و پی ببریم از کتاب های تازهی که در بازار آمده یا از شعر یا مضمونی که در سایت های اینترنتی نوشته شده. به قول هرنست همینگوی، هیچ رفیقی با وفاتر از کتاب نیست. و به قول رالف والدو امرسون، کتابخانه یک شخص اما چیزی را که می خواهی بدانی درباره آن شخص برایت می گوید. دوستان بزرگوارم، در این اواخر کتاب‌های زیادی به چاپ رسیده که می‌خواهم آن را برای شما معرفی کنم. آنچه از قلمم باز می‌ماند مرا به بزرگواریتان ببخشید و عفو نمایید و چی خوب می‌شود که برایم اطلاع دهید تا در برنامه آینده آن را برایتان معرفی کنم. همچنان جای بسا خوشبختی است که در سایت‌های اینترنتی و فیسبوک اشعار زیبای و نوشته‌های از هموطنان قلم به دست خود را می‌بینیم و می‌خوانیم که همه باعث افتخار ما هستند. هرگاه هر یکی از ما در هر ساحه خوب بلند برویم، دست جامعه خود را با یقین بلند کرده ایم. کتابی از خانم ثریا بها به عنوان رها در باد که یک بیوگرافی است. کتابی از محترم خالد حسینی در انگلیسی، نمیدانم که اگر در فارسی ترجمه شده یا خیر، در فارسی دری به عنوان In the Mountain Echoed یک ناول است. مجموعه اشعار شریف سیدی به عنوان الف لام میم دال. کتاب از شفیق شامل به انگلیسی، گویته و آفز. مجموعه اشعار کاوه شفق آهنگ به عنوان جزایر کوچک الف با. حالا به طور نمونه پای خوانش شعری از کاوه شفق آهن می نشینیم به عنوان آسمان کور. در کنار سرک زن پیر دست ترکیدهش صدا می کرد.
در کنار سرک زن پیر دست ترکیدهش صدا می کرد یک دو پوله برای نان شبش بهر هر ره گذر دعا می کرد. شامها در سرای بیدر و سقف خواب می دید لقمه گرمه، روزها در لباس دربدری کفشی را که نداشت پا می کرد. کوچه در ازدحام جاری بود، کوچه چشم پیر زن بن‌بست گاه گاه به آسمان می دید نیش خنده به لب رها می کرد. یک جهان آرزو به پهلویش با لبان زخنده بیگانه، چشمش از درد بی کسی لبریز قصه با باد با هوا می کرد. سفرهش چون سکوت خالی بود، نگه مادرش قصیده غم، پدر از شهر زندگی تپید روحش آهسته گریه ها می کرد. طفلک از آرزو نمی فهمید، آرزو سهم زندگیش نبود، قلبکش جوش می زد از نفرت وقت مادر خدا خدا می کرد. چقدر چشم آسمان کور است، چقدر چشم آسمان کور است، چقدر قلب آسمان از سنگ، وای اگر آدمی خدا می شد، وای اگر آدمی خدا می شد. پیرزن، پیرزن با خدا چه ها می کرد؟ چقدر چشم آسمان کور است، چقدر قلب آسمان از سنگ، وای اگر آدمی خدا می شد. پیرزن با خدا چه ها می کرد؟ آن که از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آن که ز اغیار برد شکوه بر یار کجاست؟ باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنهکار کجاست؟ سفره رنگین و خدا چشم به راه من و توست، تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست؟ بار عالم از تو خدا را به ضیافت بشتاب، تا نگویی که در رحمت دادار کجاست؟ مرغ شب نیمه شب دیده به رحمه گوید، سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست؟ ماه رحمت بود ای ابر خطا پوش ببار، تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست؟ حق به کان کرمش تر امتاعی دارد، در و دیوار زند داد خریدار کجاست؟ آن خدایی که رحیم است و کریم است و غفور، گوید ای سوت دلان عاشق دلدار کجاست؟ سر نیسم سر گسر نیسم سر گسر نیره
در کرایی انارنا بیا با بالین شب نمگو
دوستان عزیز، قسمی که مطلع هستین در برنامه‌های گذشته تلویزیون کاروان، برنامه با نام برنامه صحت به خدمت شما تقدیم می‌شد که با کمک دوستان و همکاران تصمیم به ادامه برنامه گرفتیم. در برنامه امروز برنامه صحت، برنامه با نام برنامه صحت روحی و روانی را آماده پخش داریم که توسط دوست عزیزمان خانم دکتر رمزیه فیض دلشاد تهیه شده است که به خدمت شما پیشکش می شود. به نام خداوند یکتا و مهربان، دکتر رمزیه دلشاد فیض، دکتر روانشناسی، خوشحال هستم از اینکه از این به بعد میمان خانه‌های شما می باشم و در قسمت ساعت روانی می خواهیم که معلومات براتون ارائه کنم. امیدوار هستم که مورد دلچسبی شما قرار بگیرد. امروز می خواهیم که در مورد صحت روانی و نارامی ها یا نارادی ها یا اختلالات روانی براتون معلومات بدم. طور که می دانید وقتی که ما در مورد صحت صحبت می کنیم، منظور ما از صحت جسمی و صحت جسمی و فیزیکی و صحت روانی است. صحت این دو بخش صحت، یعنی صحت جسمی و صحت روانی، لازم ملزوم یک دیگر است، از هم دیگر جدا شده نمیتونن. و چرا ناراحتی های جسمی بالای روان انسان تاثیر میکنه و همچنان ناراحتی های روانی بالای جسم انسان تاثیر میکنه. و موضوع امروز ما اختلالات یا ناراحتی های روانی است. میخوایم در مورد اختلالات روانی، انواعش و عوامل یا علتش و طریقی برین رفت از او را براتون ارائه کنم. در قسمت اختلالات روانی میتونیم صحبت کنیم که وقتی که در میگیم اختلالات روانی، چند بخش در بر میگیرد. یک، اختلالات وظایف جسمی، تغییرات در فعالیت های روانی و تغییرات در فعالیت های شخصی یا اجتماعی. یعنی تمام ساعات زندگی شخصی اجتماعی انسان در بر میگیره. چه خاص وقتی که یک انسان روحاً نارام باشه یا ناراحتی های روانی داشته باشه، چی اختلالات در وظایف جسمیش با پدیدار میشه؟ در قدم اول او بی خواب میشه، از اشتها میمانه و حتی بالای اعضای سیستم هاضمیش تغییرات به وجود میآید، دچار بعضی اختلالات هاضمی میشه و همچنان ای بالای فعالیت های جنسیش هم تاثیر وارد میکنه. این مربوط اختلالات وظایف جسمی است که در اثر ناراحتی و نارامی های روحی به وجود میآید. دوم، تغییرات در فعالیت های روانی. و یک شخصی که روحاً نارام باشه، طبعا سلوکش تغییر میکنه، طرز تفکر نمیتونه که درست در مورد یک موضوع فکر کنه، یعنی طرز تفکرش تغییر میکنه، احساسات عواطفش تغییر میکنه، ادراک یعنی موضوع رو صحیح درک کردن نمیتونه، میموری یا حافظش ضعیف میشه، نمیتونه که موضوعات حافظه صحیح، اما نمیتونه موضوعات به خاطر بیاره یا به خاطر بسپاره. و ذکاوت، قوی ذکاوت و حتی شعورش مختل میشه، که اما هی موضوعات مربوط ساعت روانی است که در اثر ناراحتی روانی به وجود میاد. سوم، تغییرات در فعالیت های شخصی یا اجتماعی شخص است که در این صورت مسائل شخصی، یک انسانی که دچار حالت نارامی روحی باشه، اون به سر وضع خود رسیده نمیتونه، علاقه منی به زندگی از بین میره و حتی اگر شاگرد مکتب باشه، علاقهش به درس مکتب کم میشه و اگر کارمند باشه، او به کار وظیفیش که قبلا علاقه داشت، علاقه مندیش کم میشه. یعنی همه روابط اجتماعیش هم برهم میخوره، یعنی دوستا و آشنایی که قبلا با او در تماس بود، اونا را از اونا دوری می جویه. این همش تغییرات که در قسمت فعالیت های شخصی یا اجتماعی شخص با وجود می آید اگر این شخص روحاً نارام باشه.
این در قسمت روشندی بود که مختصرا، البته اگر ما شما علاقه مندی داشته باشین دوستان عزیز، میتونیم که در هر بخش از این صفحات زیاتر در بر میگیره، اما ما میخوایم نظر به زیقی وقت به صورت مختصر براتون روشنی مندازم، و اگر شما خواهان معلومات بیشتر باشین میتونین که در هر قسمت زیادتر براتون معلومات بدیم. در قسمت عواملش میتونیم بگیم که چرا یک شخص دچار آلت یا نارامی روحی میشه. مثلا وقتی که زیادتر ما در زندگی روزمره ما زیادتر میشنویم که میگن که ما به خدا زیاد دچار دپرشن شدیم. انسان هیچ وقت نفتن دچار دپرشن نمیشه. ناراحتی های روانی از آلات بسیار عادی و شروع میشه، از آلات استرس، استراب یا انگزایتی، بیخوابی ها، و بالاخره اگر شخص متوجه نشه یا اعضای فامیلش متوجه نشه یا دوستان متوجه نشه که او برحف همی مشکل خود کوشش کنه، این حالت ازی بیشتر خرابتر شده و بالاخره به دپریشن منتهی میشه، که دپریشن باز حالت شدیدتر روانی، اختلال روانی است که باید یا دوا بگیره و بعضی میتودهای روانشناسی یا روانکاوی را باید او تطبیق شده سرش که او دوباره حالت نرمال خود میگیره. در قسمت عوامل چرا یک شخص دچار نارامی های روحی یا اختلالات روحی میشه، میتونیم بگیم که عوامل زائل باعث اختلالات روحی میشه. تغییرات وظیفوی دماغ، یعنی خود مغز صحیح سالم است اما اکثر عمل مغز در مقابل عوامل خارجی تغییر میکنه. چرا اتو میشه؟ امراض میکروبی اگر شخص چهار امراض جسمی میکروبی شوه باعث مصاب شدن به این بالای وظایف مغزش تاثیر میکنه و اونموز که دچار حالت نارامی روانی میشه. صدمات مغزی، اکسیدنت هایی که در تصادم موتر صورت میگیره، و همچنان اطفال که میفتن، در سنین طفلی در افغانستان میگفتن که طفل میفته ای عادی است اما عادی نیست، افتیدنت های دوری طفولیت یا در دوری بلوغ یا کلانسالی، هم از صدمات مغزی باعث و نویزن ها بالای باعث نارمی های روانی میشه. کاهش جریان خون به مغز، اگر مغز شما میفهمید خون اکسیژن به مغز میرسونه، مغز مرکز کنترل تمام فعالیت و سلوک رویه و کردار ماست. اگر خون صحیح به مغز نرسه، اکسیژن صحیح به مغز نرسه، مغز نمیتونه فعالیت خود به صورت صحیح انجام بده. اونموست که یکی از یعنی بالای اعضای متاثر میکنه، بالاخره باعث ناراحتی ها نارامی های روحی میشه. خونریزی های مغزی که صورت میگیره، مثل تومورهای مغزی است و یا بعض خونریزی های داخلی مغزی، همش باعث و نوزن ها باعث نارامی های روحی میشه. و همچنان ایجاد ساختمان های اضافی در مغز، مثل تومور، مثل بعض غدودها، بعض چیزهای در مغز باعث میشه که نارامی های روحی وجود بیاره. این عامل بود که در اثر تغییرات وظیفه مغز صورت میگیره. یعنی مغز خودش صحیح سالم است اما عکس عملش یا وظیفش تغییر میکنه، یا عکس عملش تغییر میکنه در مقابل عوامل خارجی. بعض عوامل خاص باعث میشه که یک شخص مصاب تکلیف های روانی شود. مثلا مشکلات اقتصادی، بیپولی، تعبیض، فرق انداختن بین یک فامیل باشه، بین اولاد، دوست داشتن یک اولاد یا بهتر شمردن یک اولاد نسبت به اولاد دیگه، یا در بین زندگی اجتماعی، یعنی خوب، یعنی به نظر خوب نگاه کردن در یکی، فرق قائل شدن، یا تبعیض های نژادی، عدم مسئولیت در یک جای، یعنی احساس خوف و خطر کردن، خانه جنگی ها و فرار و دست دادن عزیزا، که همه ما تقریبا تعداد زیاد افغان های محترم و همی به این عوامل ای چیزا بایشان تیر شده، همین ها از جمله عوامل خاص است که بالای روان ما تاثیر میکنه و دچار مشکلات روانی میشیم. خب دوستان گرامی، به نسبت زیقی وقت تا امیجا گفتار خود قطع میکنم و ادامه موضوع را به دفعه بعدی در خدمتتون تقدیم میکنم. خداحافظ، روز بخیر. Thank you.
ماه برکت ز آسمان می آید، صوت خوش قرآن و اذان می آید. تبریک به مؤمنین عاشق پیشه، تبریک بهار رمضان می آید. التماس دعا. خدا نگهدار.
بهترین و شیرین‌ترین لحظات زندگیتان را با کاروان استدیو به یاد ماندنی سازید. کاروان استدیو با کادر مجرب آماده فیلم برداری و عکاسی از مراسم عروسی، روز تولد و محافل با بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فیلم برداری و عکاسی همراه با شرایط مناسب و نرخ مطلوب می باشد. فیلمبرداری و عکاسی از مجالس خانم ها توسط فیلمبردار و عکاس خانم. ساخت متفاوت ترین کلیپ های استدیویی یا فضای سبز با کیفیت فول اچ دی. تهیه زیباترین آلبوم های ایتالیایی یا فوتوبوک. تهیه و ترتیب انواع اعلانات و تبلیغات تجاری. آماده سازی و تحویل ویدیوهای شما به صورت DVD یا بلوری. جهت دریافت معلومات بیشتر با حبیب حبیبزاده در کاروان استدیو به شماره تلفن 604 710 66 62 در تماس شوید.